درود، درود به همه دوستان عزیزان، درود بر شما، درود، درود، درود به همه عزیزان، درود بر شما گرامی. نه نفر اول نبودید، نفر 24 و 5 بودید. ویدیو زادروز شاهنشاه از بندر عباس هنوز نیومده. ارتش سری در بندر عباس، من منتظر ویدیوت هستم. درود بر شما، درود. درود به همه دوستان. درود بر شما. این رستم، رستم پاشو بیا بابا، اگه نگه این دوستان به حرف من گوش نمی کنن. پاشو بیا. درود بر شما. خب امروز جمعه 13 آبان ماه 2582 شاهنشاهی ایرانی. امروز منتظر بود دنیا که یک استارتی بزنن برای اینکه بریم دنیا رو به فاک اثبات و طهارت بدیم، ولی خب در آخرین دقایق ظاهرا بازی ها عوض شده. حالا چه اتفاقی افتاده باید در آینده دید. آقای تروریست معروف فرزند ابراهیم حسن خرس الله که کلن شیعیان اسکل جهان رو گذاشته بود سر کار، بیاجه بابا بیاجه تا اگه نیای این دوستان برف من گوش نکنن. خب بگو درود. درود. درود دوستان. درود تاتی جان. نه اینجا رو نگاه کن، اونجا رو نگاه نکن، اینجا رو بگو درود دوستان. درود تاتی جان. خوب هستی؟ خوب هستی. بگو منو نمی‌بینید، خوشحالید؟ خوشحالی. یعنی خوشحالس. چرا پیرنت مثل پیرن بابات زرده؟ چرا هم رنگ من پوشیدی؟ بله. بله. خب باشه، یه جا به چم بگو دوستان. آره دیدی دارم من قلب میزنم. یه جاوید چان بگو. تاتی جان. جاوید چان. تاتی جان. خب شب بخیرم بگو. تاتی سن. دو تا بوسم بفرست. بوسم بفرست برای دوستان. حالا باش. درم ببن. باشه. درم ببن بابا. تیشرتش هم مثل تیشرت باباش زرد بود. برو عزیزم برو. دیگه رستم رو میخواید؟ رستم اینجوری دیگه وقتی بیاد که نمیره که. برو بله وقتی بیاد باید یه چیزی بگیره بره. خب اینو میگفتم، آقای تروریست معروف حسن خرس الله که شیعیان و امت ابله حزب اللهی رو اسکل کرده بود، جمهوری اسلامی اومده در پارک دانشجو مانیتور بزرگی گذاشته، یه مش آتشخال جک و جنوبر هم نشسته بودن منتظر، یکی هم در میدان فوزیه گذاشته بود تلویزیون بزرگ که زنده باشه، که آقا بیاد حسن خرس الله میخواد حکم جهاد بده. در دقایق آخرین ظاهرا پروژه بر میگرده، حالا یا یه وقفه توش میفته. آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میره به تل‌آویو و با نتانیاهو دیداری میکنه و اونجا چه اتفاقاتی میفته، چه گفتگوهایی میشه که نطق حسن خرس الله عوض میشه. و یه اتفاق دیگه ای میفته، دیروز پوتین با امضای خودش رسما از پیمان منع جامعه سلاح‌های اتمی خارج شده بود، دیشب در موردش صحبت کردیم. امروز وزیر امور خارجه روسیه یک بیانیه ای صادر میکنه، میگه که روسیه همچنان به این پیمان پایبنده. دیروز از یک پیمان 30 ساله، نه 30 و چند ساله خارج میشن، بعد امروز دوباره میگن که آقا ما به این پیمان متعهد میمانیم. حالا بدین خبر روسیه رو بریم با هم دیگه بخونیم که ببینیم سیاست دیگه، سیاست در آن واحد تغییر میکنه، ولی بازی همون بازیه. دیشب گفتم خدمتتون اینا رو یک معامله قرن همشون رو کلیتش تعهد کردن، ولی رو جزئیات و نحوهش یه مقداری اختلاف نظر دارن. خب یک روز پس از امضای قانون لغو
تعهد روسیه به پیمان منع جامع آزمایش های هسته‌ای از سوی ولادیمیر پوتین، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور همچنان به این پیمان متعهد میماند. یعنی دیروز خبر پایینش هم اگه نگاه کنید، این خبر پایینش دیروز پوتین امضا کرد که میایم بیرون، امروز وزیر امور خارجه‌اش گفت که فعلا توش توی این پیمان میمونه و سری مزخرفات دیگه هم گفته که حالا اونا مهم نیست. مهم اینه که یک اتفاقی که باید امروز ظاهرا رقم میخورد به تعویق افتاده. امیدوارم که هرگز این اتفاق ها نیفته، جنگ در دنیا شکل نگیره و باعث و بانیش که جمهوری اهریمن تروریستی اسلامی هست هرچه سریعتر توسط مردم به زبالدان تاریخ سپرده بشه. اگه یادتون باشه تو چندین برنامه گذشته یه توییت رو نشونتون دادم، یه برنامه اصلا ما در این خصوص داشتیم سال گذشته که پوتین برای اینکه فشار افکار عمومی از روش بره کنار، این ماجرای اوکراین و مکراین بره تو باگالیا، نیاز داره یک آتشی در خاورمیانه بپا کنه و این آتش هم مأمورش کسی نیست جز نوکر همه جریان‌های مافیایی، یعنی جمهوری تروریستی اسلامی، و این اتفاق رو باید رقم بزنه. همین الان شما نگاه کنید چیزی دیگه از اوکراین و این داستان‌ها در رسانه‌ها نمی‌بینید، در خبرگزاری‌ها نمی‌بینید. اصلا تموم شد داستان اوکراین، تموم شد، نه خانی اومد نه خانی رفت. فقط این وسط هم سوخت در دنیا گرون شد، هم مواد خوراکی در دنیا گرون شد. مثلا در اروپایی که اگر در آلمان مثلا میگفتن اگر شیر 5 سنت گرون بشه مردم ال میکنن و بل میکنن و نمیخرن و فلان نمیکنن، شما میبینید مثلا روی همون شیر 5 یورو یا 2 یورو یا 3 یورو یا 4 یورو گرون شد و کسی هم صداش در نیومد. اینا بازیای مافیای جهانی که میدونن چجوری بازی کنن که افکار عمومی رو همچنان تو مشت خودشون نگه دارن. این در مورد آقای حسن خرس‌الله. ببین یه ویدیو نشونتون بدم از پارک، از پارک دانشجو، این اسکولای جمهوری اسلامی رو ببینید. آقا ببینید بچه‌های داخل ایران، بچه‌های داخل ایران، شما میتونید تک تک این نیروهای هشت و شعبی در تهران رو شناسایی کنید. دوستان تک تک نیروهای هشت و شعبی در تهران توی میدون چی اسمش، توی پارک دانشجو بودن و میدان فوزیه مقابل این تلویزیون نشسته بودن. اینا نیروهای هشت و شعبی هنها متعلان، لباسشون لباس مردمیه. خوب نگاهشون کنید، اینا همونایی هن که وقتی میای توی خیابون اینا میان مردم رو سرکوب میکنن. اینا همون اراذل و باش هشت و شعبی هن. خب برگردیم. این آقای حسن خرس‌الله یک پیام دیگه هم توی حرفاش گفت و اون حرف این بود، گفت که آمریکا پیغام داده که آقا جان اگر غلاف نکنید ما ایران رو بمباران میکنیم. سخن حسن خرس‌الله امروز یکی از سخنانش هم این بود که آمریکا پیغام فرستاده اگر غلاف نکنید ما ایران رو بمباران میکنیم. خب البته ما میدونستیم که نقشه‌شون چیه، همتون دیگه در جریان این داستانش هستید. اینم خبر حسن خرس‌الله که در مورد حسن خرس‌الله آمریکا پیام داد اگر عملیات علیه اسرائیل ادامه یابد ایران را بمباران میکنیم. خب این تو برنامه‌شون هم بود البته. آره ما در 80 سیراشون پذیرایی کردیم. خخخ نمیدونم چیه جریانتون چیه. خب بریم سراغ بحث خودمون، جریان خودمون، این دست جریان حسن خرس‌الله و جمهوری تروریستی اسلامی و فرزندان ابراهیم حالا حالا ادامه داره. اصلا فکر نکنید که همه چی تموم شده، نه، استراتژی، تاکتیک، تکنیک، سیاست باج و باجگیریه و باید دید در آینده نزدیک حداقل در یک هفته آینده چه اتفاقاتی رقم میخوره و بعد متوجه میشیم که اینا دارن کجای آتیش بزرگتری درست میکنن که یه جوری دیگه وارد بازی بشن. طرح خاورمیانه نوین در دستور کاره، طرح تجزیه ایران در دستور کاره، طرح جنگ بزرگ در خاورمیانه در دستور کاره و این از روی میز برداشته نخواهد شد تا زمانی که یه اتفاقی بیفته و بازی ها به هم بخوره.
بنابراین فکر نکنیم که حالا خرس الله اومده همچین چیزی رو گفته. نه، خرس الله مهره است و دستور از بیت علی خامنه ای میاد. البته بالاتر از بیت علی خامنه ای دستور است انگلستان، آمریکا و اسرائیل صادر میشه، اونها باید اجرا کنن. فعلا قراره که اینجوری، ظاهرا امروز قراره که زهرا تو ارزشی هستی. زهرا کیه؟ این کیه؟ این با کی درگیره؟ آره راست میگی، شما دهه 80 رو پذیرایی کردید. ولم کن بابا، چند بار دیدم تو پیشم. خب بریم سراغ سناریوی جمهوری اسلامی در اپوزیسیون و بعد برسیم سراغ مسائل بعد. چند وقتی هست ما در مورد آیزه، یه چیزی بذار بهتون بگم دوستان. چندین تر از دوستان شاتسکی دوست عزیز، یا بحث کنید به قول معروف تموم کنید این بحثتون رو خانم آتنا، یا اینکه من میبندمتون. بله، چند تن از دوستان، یعنی چند تن که نزدیک 10-15 تا از دوستان برای من توی دایرکت و توی واتساپ و جاهای دیگه پیام هایی میفرستن، میگن آقا ما میایم کامنت میذاریم زیر ویدیوهای شما و بلا فاصله اینستاگرام کامنت ما رو میبنده و اصلا ما رو میبنده. خیلی جالبه، کامنت ایشون رو بخونید. نوشته با افتخار و کمال سعادت پست استوری شد، بهتون به ایران تبریک میگم، مرسی که هستید و نهال حالا پادشاهی یا حالا هر چیزی رو زنده نگه میدارید. و بلا فاصله این توسط اینستاگرام برداشته میشه، نه فوشی داده، نه تهدیدی کرده، نه حرف تروریستی زده، نه هیچ چیزی دیگه. و این فقط شامل این دوستمون نمیشه، بارها و بارها دوستان فرستادن میگن آقا ما زیر ویدیوهای شما به محض اینکه کامنت میذاریم اینستاگرام ما رو میبنده. این یه چیزی رو نشون میده که ما قبلا هم بهتون گفتیم دوستان، من برای همینه که از بچهای داخل ایران همیشه خواهش کردم، همیشه در لایف ها نه کامنت بذارید، نه لایک بزنید، نه قلب بفرستید، نه چیزی، فقط بیایید ببینید و برید. یک. دو، بچه های داخل ایران نه ویدیوها رو استوری کنید، نه پست بذارید روی برگاهاتون، پست سیاسی بذارید، نه کاری انجام بدید. چرا؟ چون گردان های سایبری جمهوری تروریستی اسلامی که بخششون پیمانکاران چینی هستن، یعنی از خود این ارزشی های جمهوری اسلامی نیستن، فکر نکنید اینا مارنگو خوردنن، نه، پیمانکاران چینی هستن و بخششون هم پیمانکاران افغان هستن که دارن برای جمهوری اسلامی کار میکنن و یک دستوری بهشون داده میشه، اینا طبق اون دستور کار انجام میدن. کاری هم به شدن یا نشدن و چرا باید این اتفاق بشه یک کار انجام میدن ندارن، مثل ربات یک کاری رو انجام میدن و میرن. بنابراین این اراذل اوباش حامی جمهوری اسلامی و از اون دست بخش اپوزیسیون، یعنی اون پلاستیکی ها، اون پادشاهی خواهان پلاستیکی و جریان هایی که فدرالیست ها و تجزیه طلب هستن، اینها کامنت هایی که زیر برگاهای مخصوصا ویدیوهای رستاخیز سیمرغ میاد، چون زورشون به این اکانت ها نمیرسه. دوستان اونایی که حرفای منو الان میشنون میدونن، برای خیلی ها توی دایرکت رفتن تهدیدشون کردن، نوشتن تهدید کردن، اول خواهش کردن که آقا اینا مزدورن ولشون کنید، دور و بر اینا نیاید، اینا رو حمایت نکنید، رستاخیز سیمرغ رو فالو نکنید، ولش کنید، اینجوری این داستانا. وقتی نشده شروع کردن به تهدید و وقتی باز هم نشده شروع کردم به ریپورت این دوستان. بنابراین اگر میایید زیر ویدیوهای رستاخیز میخواید کامنتی بنویسید، فکر میکنم که فقط میتونید استیکر بذارید. هرچند به نظر من اگر استیکر هم بذارید این اراذل رو باش، چون ریپورت گله‌ای میکنن، اون گوساله هایی هم که در اون بخش محتوای فارسی اینستاگرام نشستن و چون میدونن برگه رستاخیز سیمرغ تو لیست سیاه این اینستاگرام هست، برابری زیر تو زد میذارن برگاه بچه ها رو مسدود میکنن یا محدود میکنن. این بارها و بارها به دوستان گفتم، باز هم میگم، دیگه نمیدونم، کامنت هم که دارید مینویسی خودتون میدونید این کامنت اصلا کامنتی نیست که کسی رو تهدید کنه، کامنتی نیست که حرف بدی زده باشه، ولی بلافاصله توسط اینستاگرام ریپورت میشه. من فکر میکنم که ما باید یه مدتی لایومون رو دوباره بندازیم رو برگه دوم رستاخیز سیمرغ. نمیدونم، حالا باید در موردش فکر کنیم. اینم گفتم چون دیدم تعداد زیادی از دوستان برای من اینا رو فرستادن، گفتم یه توضیحی بدم به دوستان. برگردیم سراغ جانوران سعید حجاریان، ارتجای نوین سرخ و سیاه.
بارها و بارها در مورد این توضیح داده. جمهوری اسلامی یه مدت در طول 45 سال گذشتهش حدود 30 سال چون اپوزیسیون یک اپوزیسیون ارسالی شریک دوز و رفیق قافله بود، یعنی آدم هایی بودن که خودشون فاجعه 57 رو رقم زده بودن که ما بهشون میگیم اراذل اوباش 57 یا پسمانده های 57 که توی اون کاتگوری اون اسکل و مسکل اون پرنده ها هم براتون توضیح دادم چند شب پیش توی لایف. خلاصه جمهوری اسلامی در اون 30 سال اول مخالفانش رو تبدیل کرده بود به منافقی و هر کسی مخالف جمهوری اسلامی بود منافق بود و اجازه نمیداد که یک جریان منسجمی شکل بگیره که مردم خودشون رو پیدا کنن. زمانی که ارسالیاش رو فرستاد خارج از کشور، مردم رو سعی کردن به چند بخش تقسیم کنن، یک بخش سلطنت طلب، یک بخش مجاهد یا منافق، یک بخش فدرالیست خواه یا تجزیه طلب، یک بخش اصلاح طلب، یک بخش اصولگرا. یعنی یک ملت ایران رو ورداشت بخش بخشش کردن، مثلا مخالفان رو. خب سالها گذشت، ملت آسیب زیادی دیدن، تجربه زیادی کسب کردن تا به مرور همه اون شاخه های اضافهی که اپوزیسیون اسم میذاشت جمهوری اسلامی صداش میکرد تو افکار جامعه از بین رفت. یعنی منافقین از بین رفت، تجزیه طلبه از بین رفت، جمهوری خواه از بین رفت، اصلاح طلبه از بین رفت و یک جامعه ای از آبان 94 و بعد 95 به این ور نشون داد که این جامعه دنبال بازپسگیری هویتشه، نه دنبال ایدئولوژی مجاهده، نه دنبال ایدئولوژی جمهوری خواه، نه دنبال ایدئولوژی چی بهش میگن اصلاح طلبه، نه به دنبال ایدئولوژی اصولگراست، دنبال بازگشت به هویتشه. بله یه مدت هم با این پانها بازی میکردن. از 1394 به این ور هر اتفاقی که افتاد، مردم به هر بهانه‌ای که اومدن بیرون فریادهای ایران گرایانه سر دادن، رضا شاه روحت شد، ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره و شعارهای از این دست. جمهوری اسلامی چون نمیتونست با این مقابله کنه، اومد یک جریان مشروطه نوین رو انداخت توی مدیا که معرف این جریان مشروطه هم دار و دسته کلاش و کلاشیون بودن که خودتون دیگه میدونید بارها در موردش توضیح دادیم. پس مردمی که اومدن توی خیابون میگن ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، پس این مردم رو یا باید بیاریم تو بازی خودمون یا باید طوری براشون پهن کنیم که وقتی وارد میشن فرمون دست ما باشه، مهره های ما راه بر و رهبرش باشن. یعنی چی؟ یعنی بازگشت به مشروطه. خب تبلیغات زیادی شد در این رسانه ها، صبح تا شب توی رژیم اینترنشنال و من مولا و بی بی سی و دی بی سی و توالت های لندنی و توالت های لس آنجلسی که بله بازگشت به مشروطه تنها راه نجات ملت ایران. حالا مردم چی میگن؟ مردم میگن ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، مردم میگن رضا شاه روحت شاد. یعنی دو تا پادشاهی رو صدا میزنن مردم که این دو تا پادشاه بساط مشروطه رو کلا ریختن تو توالت، جمع کردن و مشروطه رو جمع کردن که ایران رو نجات دادن و ایران رو ساختن. و خب جمهوری اسلامی دید زورش نمیرسه، آدم هایی پیدا میشن در این فضای مجازی میان و بساط مشروطه و مشروطه چیان رو میریزن به هم، میبرنشون زیر سوال و سوالهایی هم که میپرسن مشروطه چیان پاسخی براش ندارن. یکی از سوالهای کلیدی که ما مطرح کردیم بعد از این که اینها اومدن گفتن رضا شاه اولین کسی بود که مشروطه نوین رو در ایران پایه‌گذاری کرد، یعنی همین جریان مشروطه رو، ما اومدیم سوال پرسیدیم گفتیم خیلی خب حالا بیاد جواب بدید، پس اون روزی که رضا شاه اومد گفت من حکم میکنم جریان چی بود؟ مشروطه، اساس مشروطه میگه پادشاه فقط باید سلطنت کنه، یک مقام نمادین داره و به هیچ عنوان نباید در امور اجرایی کشور دخالت کنه. این جریان مشروطه است. یعنی مشروطه مثل علی خامنه ای میگه من سلطان اون پشت میشینم هستم، کار اجرایی نمی کنم، دولت ها کار انجام میدن. مثل همین جریان جمهوری اسلامی که یه علی خامنه ای هست، یه بیت رهبری هست، در ظاهر کاری به چیزی نداره اما در حقیقت همه کار اونه در جمهوری اسلامی. اما برای مشروطه ای که اینها دنبالش هستن و همین الان دارن به
پادشاه ایران نسبت میدن، میگن مثلا رضا پهلوی باید حالت سمبل باشه، مثل نوروز. حتی یکشون اومده بود میگم مثل نوروز دو چرخه سوار شه بره توی کوچه ها، بره به چرخه، همین سعید شمیرانی گوساله بره به چرخه سر بزنه به پیر مردا، پیر زنایی که نشستن تو خیابون، مشکلات این مردم رو بشنوه، بعد بیاد به دولت ها بگه. یعنی این برای پادشاه ایران، اینها این نقش رو در نظر دارن در پادشاهی مشروطه که اینها دنبالشن. به هر حال بساط مشروطه، وقتی که بساط تبلیغاتی مشروطه چی ها توسط آدم هایی مثل رستاخیز سیمور برچیده شد یا درهم شکسته شد و مردم دوباره اومدن در اصفهان و در چندین ورزشگاه دیگه فریاد زدن رضا شاه روحت شاد، جمهوری اسلامی دوباره دست کرد توی کیسهش، دید خب یک مردم یک دستی شکل گرفتن، همون همبستگی ملت ایران دید شکل گرفتن. تو اصفهان میان میگن رضا شاه روحت شاد، ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره. تو تهران هم همینو میگن، تو شیراز هم همینو میگن، همه جا همینو میگن. پس این مردم دارن همبسته میشن برای که کشورشون رو پس بگیرن. حالا جدیدن مأموریت جدیدی که داده شده به عرازل اوباش ارتجاع نوین سرخ و سیاه، چه در بخش سعید حجاریان و چه در بخش توله های قاسم کتلت یا بابا اکبر، اینه که ما بیایم حالا این جریان پادشاهیه رو بیایم اینو بکنیمش سه بخش. یعنی یه روزگاری من و تو ایرانی، من میگفتم من پادشاهی خواهم، اون میگفت من جمهوری خواهم، هممون میگفتیم میخوایم ایران رو نجات بدیم، اما یقه همدیگر رو میگرفتیم، چون اون میگفت جمهوری خواهم، من میگفتم پادشاهی خواهم. هدف که نجات ایران باشه، میرفت تو حاشیه اختلاف من و جمهوری خواه، من پادشاهی خواه و اون جمهوری خواه، این اختلافه میشد بحث روز. حالا قبل ترش بحث اصلاح طلبان هم بود، یکم عقب تر مجاهدین هم بود، یکم عقب تر فدرالیست ها و تجزیه طلبان هم بودن، و این بحث ها بود که نمیذاش یک همبستگی بین ملت ایران شکل بگیره. و به مرور که انقلاب ایران استارتش خورد از 94 تا الان، یک جامعه یک دستی داریم پیدا میکنیم که این جامعه داره تک صدا میشه، همون چیزی که پادشاه میگه، یک جامعه تک صدایی، تک شعاری. جمهوری اسلامی چون با داستان مشروطه نتونست جایگزینی برای رضا شاه روحت شاد پیدا کنه، جایگزینی برای ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره پیدا کنه، حالا دست به دامن این مهره ها شده برای بازی جدید. بازی جدید چیه؟ خب حالا یک مردم یک دست پادشاهی خواهی پیدا شدن، حالا اینو ما باید بیایم اختلاف بندازیم توشون. چجوری اختلاف بندازیم؟ بخشی از اینها رو ما میایم میگیم شما ایرانگرایید، بخششون رو میگیم شما پهلویگرایید، بخششون هم میگیم شما پادشاهی خواهید. یک جریان ملی ملت ایران که شکل گرفته رو، و دیگه نمیشه اصلاح طلب و اصولگرا و تجزیه طلب و جمهوری خواه رو با این عناوین تفرقه انداخت، اینا همه رضا شاه روحت شادیان. حالا بیایم بگیم شماها سه تا جریانید، یه جریان نیستید، سه جریانید. بخشتون ایرانگرایید، بخشتون پهلویگرایید و بخشتون پادشاهی خواهید. این از کجا داره میزنه بیرون؟ این داره از اتاق فکر سعید حجاریان و بنیاد دفاع از دموکراسی ها میزنه بیرون، یعنی مافیای سروس. یه توییت رو با هم دیگه بخونیم. این بی پدر مادر عرازل اوباش که معرف حضورتون هست، نوچه سروس سعید قاسمی نژاد و از نوکران بنیاد دفاع از دموکراسی ها و همون مافیای سروس و این جریانات، میگه جریان های ایرانگرا، پهلویگرا، پادشاهی خواه، یعنی سه جریان، جریان ایرانگرا، پهلویگرا، پادشاهی خواه، امروز یک جریان وسیع بزرگ را فراگیر است. یعنی اون جریان پادشاهی، اون جریان ملت ایران که شعارش رضا شاه روحت شاده، ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره است، اینو تبدیل میکنیم به سه جریان. به این میگیم تو ایرانگرایی، به اون یکی میگیم تو پهلویگرایی،
به این یکی هم میگیم، یعنی این جریان هم میگیم تو پادشاهی خواهی. حالا من پادشاهی خواه باید برم یقه ایرانگرایه رو بگیرم، چون سر بعضی از مسائل با هم دیگه به مشکل میخوریم. ایرانگرایه میگه من میخوام جمهوری خواه هم باشم. آقا تو پادشاهی خواهی، من میخوام جمهوری خواه باشم، بیا دوباره با هم بجنگیم که تو پادشاهی خواهی، من ایرانگرام اما جمهوری خواهم. بعد اون یکی پهلویگرایه، پهلویگرا میگه آقا من پهلویگرام، من پادشاهی خواه. مثلا میگم آقا تو پهلویگرایی خوب باش، من اصلا پادشاهی پهلوی رو نمیخوام، من یه پادشاهی جدید میخوام. بعد اون یکی جریان پادشاهی خواهه، اون میگه اصلا من ایرانگرایی نمیخوام. یعنی این بحثا رو میندازن بینمون، نه اینکه فکر کنید ما مردم اینجوری فکر میکنیم، نه، این بحثا توی گفتمانها، توی محتواها، توی مصاحبه ها و فصلنامه های جدید اینها مطرح میشه. آقا من ایرانگرام اما من یک ایرانگرای چپ جمهوری خواه هستم. خب ایرانگرای چپ جمهوری خواه با شعار رضا شاه روحت شد سنمی نداره که، اصلا اعتقادی ندارن به هم دیگه. کسی که جمهوری خواهه و چپه، حالا اسم خودشو میذاره ایرانگرا، که اصلا با پادشاهی خواه که رابطه ای نداره، که اختلاف نظر داره، مثل مجاهد تروریست میمونه با یک پادشاهی خواه. و دوباره آشوب در اردوگاه مردم توسط این سه فاکتوری که الان گفتم گسترش پیدا میکنه. فکر کنید دوستان، کسی که میگه من ایرانگرا هستم، یعنی به تمامیت ارضی ایران اعتقاد داره، به تاریخ ایران اعتقاد داره، به فرهنگ ایران اعتقاد داره، به تمدن ایران اعتقاد داره، یعنی به پادشاهی ایران اعتقاد داره، یعنی به 2500 سال تاریخ شاهنشاهی ایران اعتقاد داره و اسم خودش رو میذاره ایرانگرا. حالا یه عده این وسط میان و میگن نه، ما فقط پهلوی رو میخوایم. یعنی این بحثایی که بعدن بعد از این توپی که پرت میشه تو زمین مردم، این بحثا شکل میگیره ها. یه عده میگن ما فقط پهلوی رو میخوایم، ما پادشاهی خواه و ایرانگرایی رو کاری نداریم، فقط مثل یارو اسکله است که توی این تلویزیون ایران آریایی قارقار میکنه، خدایگان خدایگان میکنه، فقط پهلوی. یعنی زوم میکنن روی پهلوی. وقتی اینا زوم میکنن روی پهلوی، یه دست پادشاهی خواها کیه؟ داستان چیه دوستان؟ اگه کسی با کسی درگیره بگید من مرخصش کنم، بذار کامنت رو من ببندم. یه عده از پادشاهی خواهان میان میگن خب آقا مثلا ما از پهلوی ها به این دلیل به این دلیل به این دلیل خوشمون نمیاد. هستن دیگه آدم های مریض زیادن توی این رسانه ها، خودتون هم دارید میبینید. دوباره آتیش میفته توی جریانی که این جریان بعد از 45 سال خودش رو ساخته و پیدا کرده، جریانی که توی ایران داره میگه رضا شاه روحت شاه. تبلیغات و رسانه ها به این جریان بالوپر میدن و دوباره مردمی که با یک شعار واحد داشتن میرفتن که ایران را آزاد کنن، دوباره توسط اپوزیسیون سرخورده میشن، درگیری بینشون میفته، اختلاف ها شکل میگیره. بنابراین دوباره این وسط کی بازی رو میبره؟ جمهوری اسلامی. یه کسی بره از این بی پدر مادرهای بچه سروس توله های اکبر کوسی سوال کنه، بگه ایرانگرایی با پادشاهی خواهی چه منافاتی با هم داره؟ کسی که میگه من پادشاهی خواهم یعنی حفظ تمامیت ارضی ایران، یعنی شکوه، خواستار شکوه و عظمت برای ایران و ایران شهر، برای کشور ایران. پس ایرانگرا با پادشاهی خواه جفتش یکیه. این وسط میمونه یک پهلوی گرایی. خب پادشاهی ایرانه، پادشاهی شاهنشاهی ایران، امروز ما یک پادشاهی، یک سلسله داشتیم به نام سلسله پهلوی.
رضا شاهی میاد ایران رو از چنگال قاجار نجات میده، ایران تجزیه شده رو به هم میچسبونه، ایران رو میسازه، دوباره مشروطه چی ها میان کودتا میکنن توسط انگلیس و روس، ایران رو به اشغال مشروطه چی ها در میارن، ولیعهد میشه پادشاه سمبولیک، اختیار هیچی نداره به مدت 12 سال، مصدق ایران رو به باد میده با کارهایی که انجام میده، یه دوره روسیه یه دوره انگلیس، پادشاهی که اختیار نداشت با کمک مردم و کمک ارتش این جانوران کودتاچی مشروطه رو میگیره لوله میکنن بریزن سطل زباله، ایران رو نجات میدن و این حکومت پادشاهی تو 57 میاد. مشروطه چی ها به کمک روس و انگلیس که همین الان نمایندهشون هم داخل ایرانه دوباره کودتا میکنن، سال 57 ایران رو اشغال میکنن. ایران رو که اشغال میکنن پرچم ایران رو پایین میکشن و ایران عملا در اشغال این جانوران قرار میگیره. پس ما در یک سلسله ای از پادشاهی های ایران هستیم به نام پهلوی و بی تردید تنها پادشاه قانونی ایران امروز شاهنشاه یا رضا شاه دومه. پس من ایرانگرا، من پادشاهی خواه، امروز یک پادشاه دارم به نام رضا پهلوی، مگه غیر اینه؟ این منطقیشه، اصولیشه، یعنی یه چیزی که کف جامعه اینه. اما اپوزیسیون یا این جانوران دنبال چی هم؟ دنبال اینن بگن نه درسته میگن رضا شاه روحت شاد، عمار ملکی اومد گفت که اونایی که میگن رضا شاه روحت شاد مؤسسه گمان که من گمان میکنم گمان درسته، نظرسنجی تلفنی انجام داد از 1000 نفر، 85% اونایی که میگن رضا شاه روحت شاد جمهوری خواهن. سعید قاسمی نژاد، امیر حسین اعتمادی و تیم کلاشیون و امثال هم برای چی دارن اینا رو مطرح میکنن؟ برای اینکه حرف عمار ملکی سندیت پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی هر کی در ایران میگه رضا شاه روحت شاد لزوما پادشاهی خان نیست، لزوما پهلوی گرا نیست، یا اگر پادشاهی خواه باشه و پهلوی گرا باشه لزوما ایرانگرا نیست، یا اگر ایرانگرا باشه لزوما پادشاهی خان نیست. متوجه بازی شدی جریان چیه؟ عمار ملکی با تلفن مثلا، حالا ما که نظرسنجی گذاشتیم در ظرف 3 روز، 4، 7، 9 آبان و حالا کلی ویدیو هست که هنوز پخش نکردیم، نرسیدیم، ویدیوهاشو پخش میکنیم، متوجه میشید جامعه یک دست داره میگه خدا پدرشو بیامرزه، رضا شاه روحت شاد، جاوید شاه و زنده باد ولیعهد. اینا جامعه، کف جامعه. خارج از کشورم که ایرانیان هر کجایی که میرن که فرتورهای رضا شاه و شاهنشاه و رضا شاه دوم همراهشونه. خب اینم که از خارج از کشور که همه که پادشاهی خواهن. اما چجوری ما نفاق بندازیم بین اینها؟ بیاین بحث تئوری مطرح کنیم. تئوری اصولا بحث‌های تئوری کار چپی هاست. چپ مثل خری میمونه که بارش کتابه و از اون کتاب فقط استفاده میکنه برای حرف زدن، عمل تو کارش نیست. تئوری میتراشه. تئوری که الان این جانوران دارن میتراشن چیه؟ همه این مردمی که یک دست پشت پادشاهشون دارن خودشون رو آماده میکنن برای یک رستاخیز رو بیاییم دوباره مانع بذاریم وسطشون و اینها رو به 4 یا 5 شاخه تقسیم کنیم. خیلی شیک و مجلسی به این بخش بگیم شما ایرانگرا، به این بخش بگیم تو پهلویگرا، به اون یکی بگیم تو پادشاهی خواه. آقا کسی که اصول ایران شهری و ایران گرایی رو، جناب مهربانی کاش فرصت میکردم میومدن در مورد اینا خودشون توی لایوی توضیح میدادن، کسی که اصول ایران گرایی رو یاد گرفته که میگه من ایران گرام، ایران هرگز چیزی به جز پادشاهی نداشته. یعنی حتی در دوره تازی ها، زمانی که تازیان به ایران حمله کردند، یا در حمله مغول ها، یا قاجارهای ایران برباده، ساختار و حکومت ساختار پادشاهی بوده. اون زمان اسمشو میذاشتن خلیفه، یه زمانی اسمشو گذاشتن سلطان،
و در زمان رضاشاه دوباره برگشت نادرشاه دوباره برگشت به پادشاهی و در زمان رضاشاه دوباره شد پادشاهی. پس ما ایرانگرای جنبولی خواه نداریم که شما کیو میخواید بکنید تو پاچه مردم به اسم ایرانگرای جمهوری خواه. و همین آدم ها و همین جریان ها دارن برامون احزاب هم درست میکنن. امیر حسین اعتمادی، امیر دله، امیر خوشگله، امیر چاغال، امیر گی که یک توییتی گذاشت و چند وقت پیش اومد که من دیگه کار سیاسی نمیکنم، کار حزبی نمیکنم، من مشاورم. در یک جلسه که همین حزب مشروطه که حالا تغییر دگردیسی انجام داده و اسمش گذاشته ایران نوین، اومده سخنرانی میکنه به عنوان یکی از احزاب، یکی از افراد حزب ایران نوین. سعید قاسمی نژاد هم که یکیشه، علیرضا کیانی هم که یکیشه، علیرضا نادر هم که یکیشه. ای شما که همتون هستید که. و اینها دنبال چی میگردن؟ وقتی شما بیای تو جامعه، تو جریان قالب، تو گفتمان قالب موفق به انشعاب بشی و اختلاف رو بندازی، بعد تو اون مجلس مؤسسانه، یعنی امروز اختلاف رو بندازی که تو مجلس مؤسسانه بتونی حرفت رو بفروشی. وقتی امروز جامعه ایرانی که میان میگن رضا شاه، یعنی راه نجات رو در رضا شاه، روحت شاه، جاوید شاه یافتن، وقتی شما بتونی امروز متقاعدشون کنی که شمایی که میاد میگید رضا شاه روحت شاد، ممکنه جمهوری خاطتون باشه، ممکنه فدرالیست خاطتون باشه، ممکنه جمهوری خاطتون باشه، فردا تو مجلس مؤسسانه اون چیزی که حامد شیبانی راد به عنوان دبیر کل حزب ایران نوین مطرح کرد در حضور کلاشی که ایران نباید تک ریاستی بلکه دو یا چند ریاستی باشه، اونو بتونیم فرو کنیم تو پاچه مردم. از قبلم زمینش رو آماده کردیم، منطقی هم بحث کردیم و مردم قبول میکنن. مواظب این جریان باشید. منی که پادشاهی خواهم، منی که ایرانگرا هستم، یعنی من ایرانی سرباز پادشاه امروز ایران هستم، یعنی رضا شاه دوم. حالا چرا ما رو باید جاوید نام دکتر آیدا رستمی از گرگان؟ اتفاقا از قضا حزب که چه از کنم، فرقه سعید حجاریان با نام فرشگر که حالا اسمشو گذاشته ایران نوین، پرچمش هم شیر خورشید تاج داره. باورتون میشه؟ یعنی باورتون میشه یه جریانی بیاد بگه من پرچمم شیر خورشید تاج داره، بعد بگه حکومت آینده ایران نمیتونه تک ریاستی باشه، باید دو یا چند ریاستی باشه؟ اصلا مگه میشه؟ مگه داریم یه همچی چیزی؟ شترگاف پلنگم اینجوری نیست. من وقتی میگم پرچمم شیر خورشید تاج داره، یعنی به تاج کیانی ایران که پادشاه ایران به سر میذاره اعتقاد دارم. مگه میشه 5 تا پادشاه داشته باشید در یک کشوری؟ بر پدرتون لعنت طولای اکبر کوسه. مگه میشه 5 تا تاج داشته باشید توی کشور؟ 5 تا پادشاه داشته باشید توی کشور؟ ولی با گفتمانهای دروغ، با اعتبارسازیهای دروغ، با کردیتهای دروغ، با تحت فشار گذاشتن خاندان ایرانساز پهلوی، با آوردن بانو یاسمین به تجمعشون، با حمایت کردن برگه پادشاه رضا شاه دوم از توییترشون، میخوان اینو به شما فرو کنند. میخوان اینو به شماها فرو کنن. باشه، پرچمم شیر خورشید تاج داره، اما من به پادشاهی یک پادشاهی اعتقاد ندارم. من میگم ایران باید 5 تا پادشاه داشته باشه. یه پادشاه به عنوان رئیس جمهور تو خوزستان باشه به اسم عربستان، یه پادشاه تو کردستان باشه، یه پادشاه تو سیستان بلوچستان باشه، یه پادشاه هم توی خراسان باشه، یه پادشاه هم مالی استانهای وسطی باشه، رو خوش حالش رو ببره. ایران فدرال شیادی اهریمن 57
در گفتمانشه. دقت کنید، شیادی اهریمن 57 در گفتمانشه. دیشب توضیح دادم حکومتی که از قبل از اومدنش با بوی گوشت انسان زنده سوخته در سینما رکس آبادان اومده تا امروز جنایت کرده، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر بین الملل امروز میاد، دیروز میاد ریاست این سازمان رو میده به اینها، چون گفتمانش خارکسته بازی و شیادی دروغه. تازه چوملی هم دارن براتون درست میکنن. اندیشه چپ ملی بعد دقیقا جمع مهربانی توضیح دادم. الان حالا شما در آینده میشنی بحثا رو میشنوی، آقای مثلا کیو بهتون بگم، مجید توکلی یک ایرانگراست اما اندیشه چپه. چه ایرادی داره مجید توکلی چپ ایرانگرا؟ چون ایرانگرا، حالا پهلویگرا نیست، پادشاهی خان نیست، اما ایرانگرا که هست، پس باید بیاد تو بازی. آقا مجاهدین خلق، یعنی نو مجاهدین، اون فسیلا نه، نو مجاهدین ایرانگرا نیستن، ببخشید پهلویگرا نیستن، پادشاهی خان نیستن، اما ایرانگرا که هستن. شما نمیتونید این حق رو از اونها محروم کنید، اینها باید در فردای سرنوشت ایران باشن. آقا تجزیه طلبه فدرالیست خواهه، پادشاهی خان نیست خب نباشه، پهلویگرا نیست خب نباشه، ایرانگرا که هست. شما باید اینها رو وارد بازی کنید و چون شما از قبل خودت رو یعنی ما خودمون رو خابوندیم زیر دموکراسی، بنابراین تو دموکراسی هم فردا اینو بهت میگه، میگه اینو اونو اونو اون تو قبولشون نداری، اوکی نداشته باش، دموکراسی میگه اینها هم باید باشن و شما باید قبول کن. آقا همین الان برید فکر کنید محمود احمدی نژاد کجاست، محمودی کجاست، محمودی داره چیکار میکنه، محمودی فردا با حزبش یه اعلام موجودیت بکنه تو اپوزیسیون؟ پهلویگرا نیست، پادشاهی خواه هم نیست، اما ایرانگراست، چیکارش میخواید بکنید؟ محمودی هم هست و این اتفاق هم میفته، فکر نکنید نمیفته، این اتفاق هم میفته. حالا چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه حواسمون باشه، برای اینکه پشت این گرد و غبارهایی که درست میکنن یک خندقهایی رو از قبل کاشتن که قراره توی اون، اگر از این دره جون سالم به در بردیم تو اون دره قطعا سقوط کنه. یعنی اگر از جریان جنگ و منگ و این اتفاقها ایران نجات پیدا کرد، اما تو اون داستان دموکراسی با کله برید ته دره. چجوری میشه خودمون رو نجات بدیم؟ چجوری میتونیم؟ میگم دیگه، ببین چجوری فکر کردن. گفتن پرچممون هم پرچم شیر خورشید تاج. جناب مهربانی شما اینو برای من توضیح بده لطفا. مگه میشه من پرچمم شیر خورشید تاجدار باشه بعد بگم ما میگیم ایران نباید تک ریاستی باشه، باید دو یا چند ریاستی باشه، یعنی دو یا چند پادشاه داشته باشه، بعد پرچم هم شیر خورشید تاجدار باشه؟ مگه میشه؟ مگه داری میام که چیزی؟ نمیدونم. حالا ما اینا رو گفتیم، دوباره حالا یه سری فوش میخوریم، ویلکم بابا رونقی مرونقی اصلا بیارید. آقا رو گفتی رونقی، حالا زیر نمیگم. آقا حسین رونقی درست پهلویگرا نیست، حالا درست پادشاهی خواهم نیست، اما ایرانگراست. در کنار مجید توکلی اینها هم باید باش، اینا رهبران آینده هستن که حزب ایران نوین سعید حجاریان میگه یک ریاست، تک ریاستی یعنی پادشاهی نه، دو یا چند ریاستی اینا باید باشن. آقا حسین رونقی رو تخت بیمارستان کلی از پایین از بالا سلامانه کرد، پایین رفت آمد باش کردن. از قضا محمود احمدی نژاد ایرانگراست، پادشاهی خواهم هست. باور نمی کنید محمود احمدی نژاد به قول این دوستمون که نوشته فردا عکسش رو تو پاسارگادم براتون میاره
میذاره. اتفاقا محمود احمدی نژاد جریان ایران شهری فیک رو محمود احمدی نژاد رو انداخت. نوچه هاش میدونید کیان؟ توی برنامه توضیح دادیم ما. نوچه های محمود احمدی نژاد سید حمید رضا موسوی نژاده با نام جدی شاهین نژاد. ریشه سید حمید رضا موسوی نژاد کجاست توی اپوزیسیون؟ کلاش و کلاشیون، مشتری حمال، این گوشواره‌ایه و بقیه جانورانی که توی رسانه ها هستن. مادر خرجشون سید حمید رضا موسوی نژاده. سید حمید ما تو برنامه 2017 برید نگاه کنید با دکتر سروش مهراد داشتیم اسنادش رو ارائه دادیم. سید حمید رضا موسوی نژاد داره تبریک میگه به آخوند یونسی که وزیر اطلاعات بود اون موقع، میگه این بحث ایران شهری خیلی پروژه خوبیه که شما رو انداختی استاد، بیایید مسائل فلان و فلان هم مطرح کنید. اسناد شما بهتون ارائه دادیم. پس فردا گودزیلا وارد صحنه میشه، بعد دیگه سید حمید رضا موسوی نژاد و اینها شروع میکنن براتون به ماله کشیدن که آقا این ماموتی همون امام زمانیه که قرار ظهور کنه. الان کجاست ماموتی؟ داره چیکار میکنه؟ چرا با خانواده‌اش از ایران رفت؟ چرا کسی در موردش حرف نمیزنه؟ کسی خبر داره کجاست؟ داره چیکار میکنه برامون؟ داره حزب درست میکنه، داره جریان درست میکنه. حالا پادشاهی خواهه اتفاقا رفت به پابوس کوروش. پهلوی گرا نیست، ایران گرا هم هست. پس حاجی ماموتی هم شریکه آقای طاهری. طاهری جزو فسیلانیه که کلن رده خارج شده. طاهری دیگه رد داده. اصلا ببین اگر میخواین، اگر واقعا میخواییم ایران رو نجات بدیم و اگه میخواییم مسیر درست رو بریم دوستان، از تمامیت 57 ها در اپوزیسیون عبور کنید، بیایید سراغ نسل جدید، نسل نو. بپرس دوست عزیز سوالتو بپرس. از 57 ها عبور کنید. طاهری در یک ویدیوی جناب مهربانی برای من فرستاد با افتخار تو برنامه میمودی میگه من رفتم بیروت حتی امام جماعت شدم، نماز پشت سر من میخوندم. اینها یه سری اعتقادات خرکی دارن، مثل اون پیر مرده میمونه، حالا نگیم پیر زنه، مثل اون پیر مرده میمونه که 80 سال 75 سال نماز خونده، نمیدونم چه خونده اما 75 سال خونده. حالا شما میخوایی روش بگی آقا خانوم این چرت و پرته که تو خوندی به عنوان نماز شر و وری بیش نیست، 75 سال عمرت به فنا رفته، اشتباه کردی. باور نمیکنه دیگه، سندم واسش بیاری باور نمیکنه. میگه ما که 75 سال خوندیم، حالا هم آخر عمرمونه، ولش کن بذار یکی دو سال هم میخونیم، هرچی شد شد. طاهری و امثال طاهری هم اینا این همون پیرمرد یا پیرزنی هم که 75 سال نماز خوندن. حالا شما خودت بگی نمازت غلط بوده، اشتباه کرده، برای چی خوندی؟ برای همین از روی نسل 57 در اپوزیسیون عبور کنید. نسل جدید ایران رو میسازه. دهه 70، دهه 60، دهه 80، دهه 90 اینا ایران رو میسازن. اینان که نه رضا شاه رو دیدن نه شاهنشاه رو، میان میگن رضا شاه رو بچا. تو داری میگی ما مسیرمون این باشه که از تمامیت ارضی دفاع کنم. خب بعضی این پهلوی هدفش حفظ تمامیت ارضی هستش. ما اگر اینو حفظ کنیم تهش میریم تو مسیر با پهلوی، چون کسی الان تمامیت ارضی براش مهم نیست، فقط پهلوی. خب من خودم همین حرفو میزنم، کجاش غلطه؟ پادشاه ایران 4 تا شرط گذاشت: حفظ تمامیت ارضی ایران، پرچم شیر خورشید نماد ملی ایران، انتخاب نوع حکومت به دست مردم، و اون یکی در بحثش من با اونش مشکل دارم، دموکراسی. حالا اونم امروز باید گفته بشه، اگه گفته نشه که داستان داره. هیچ کدوم این اپوزیسیون این 4 اصل رو قبول نمی کنن دوست عزیز من. هیچ کدوم این جریان های حتی کلاش و کلاشیون قبول نمی کنه، حتی این اراذل و باشه افدیدی قبول نمی کنن این جریان رو. اینا براشون حقوق ملیت ها مهمه، استقلال ملیت ها مهمه، خودمختاری و خودگردانی مهمه، اما برای پادشاه ایران حفظ تمامیت ارضی ایران مهمه. برای من به عنوان یک ایرانی حفظ تمامیت ارضی ایران مهمه، همین سادگی. پس کسی که ایرانگراست یعنی حفظ تمامیت ایران براش مهمه،
کسی که پادشاهی خواست یعنی حفظ تمامیت ایران براش مهمه، و کسی هم که پهلوی گراست یعنی حفظ تمامیت ارضی ایران براش مهمه، که هر سه اینها میشه ایرانی، هر سهش به یه جا میرسه. خب تو میگی الان دارن میگن کل خانواده پهلوی همین حفظ تمامیت ارضی براشون مهمه، پس نور با رضا شاه مهم نیست، اما آیا تفاوتی داره که اینو بده؟ ببین دوست عزیز من، شما اصلا کلا داری اصلا خارج میزنی. امروز ایران یک پادشاه داره و اون پادشاه رضا شاه دومه، و این رضا شاه دوم ولیعهد داره. زمانی که ایشون طبق قانون اساسی آینده ایران سوگند پادشاهی رو در کشور بخورن، طبق قانون اساسی جدید ایران بی تردید ولیعهد مشخص میشه، و بعد ولیعهد بعد از پادشاه میشه پادشاه. حالا ولیعهد ما شاه دخته میشه ملکه، همین سادگی. امروز روز رضا شاه دوم، امروز پادشاه ایران ایشونه، شما نمیتونی برای ایشون شریک پیدا کنی، اصلا نیست، حتی شاه دخت ها هم نمیتونن شریک ایشون بشن، امروز پادشاه ایشونه. مگه رضا شاه بزرگ زمانی که پادشاه ایران بود مگه شاهنشاه آریامهر نبود؟ مگه 20 سالش نبود؟ مگه 22 سالش نبود؟ اما تو امور دخالت نمیکرد، چون پادشاه رضا شاه بود. و زمانی هم که پادشاه شاهنشاه آریامهر بود، ولیعهد رضا شاه دوم امروز ما 18 سالش بود، آیا دخالت میکرد تو سیاست؟ نه، چون ولیعهد بود کار خودشو میکرد. پس پشتک نزنیم. بر روی سپاسگزارم از همه دوستان، حواستون به این جریان پهلوی گرایی و ایران گرایی و ای پادشاهی خواهی باشه. من ایرانیم و ایران تمامیت ارضیش با پادشاهی ایران حفظ میشه، و پادشاه ایران هم رضا شاه دومه. بقیهش دیگه کس و شعره که میخوام بهتون بچسبونم، بقیهش دوباره عامل تفرقه است. جریان پادشاهی خواه رو بچسبید. این پادشاه یه روزی یه دوره هخامنشی بود، یه دوره ساسانی بود، یه دوره اشکانی بود، یه دوره افشاریه بود، همینجوری اومدیم به جلو یه دوره پهلوی ها شد. امروز دوره پهلوی هاست. پادشاهی ایران امروز دوره پهلوی هاست، و پادشاه زنده ایران رضا شاه دومه. وارد بحث های حاشیه‌ای بشید، میرید تو جریان اصولگرایی، تو اصلاح طلبی، تو منافقی، تو جمهوری خواهی، تو چپی، تو راستی، و دوباره شاخه به شاخه میشید. پس همون دست فرمون بریم جلو. ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، رضا شاه روحت شاد، جاوید شاه، بگو برگرد شاه، و و شعارهای از این دست. کل بازی ها رو این شعارها میریزه به هم، و دیدید دیگه، خودتون دیدید. حالا در کنارش هم پرچم های شیر خورشید ارتش تاجدار در ایران خوشبختانه بجز یک شهر، نمیدونم اون شهر دارن صدای ما رو نمیشنوه، شهر سمیرم، ما فقط در سمیرم پرچم شیر خورشید تاجدار نداریم، و الا در سراسر ایران این پرچم رو داریم. این پرچم، پرچم حزب ایران نوین نیست، پرچم این که من در آینده ایران 5 تا پادشاه میخوام نیست، پرچمیه که ایران یک پارچه با پادشاهی پادگانی میخواد. نمیدونم این، آها جوابم گرفتم، جواب سوالمو دادی سعید ممنون، همین کافی بود. باش جاوید، برو خداحافظ. برو سپاسگزارم از همه دوستان. داریم خودمونو آماده میکنیم، چند شبه داریم میگیم برای هزاره پنجم، 5000 پرچم شیر خورشید، یعنی این 1000 تا رو آماده کن. دوستان 1000 تا پرچم تولیدش هزینه بره، حد اقل با شرایط ایران نزدیک $10,000 هزینهش میشه برای 1000 تا. پس بیایید کمک کنید ما استارت این 1000 تا رو بزنیم، داره دیر میشه. این پرچم ها نه ضرر میکنه، نه تاریخش میگذره، نه باطل میشه، نه از بین میره، نه فرقه عوض میکنه، نه فلان. این پرچم، پرچم ملی ایرانه، و ناجی ایران همین پرچم در خیابانهای ایران خواهد بود. همه این تبلیغات و این بازی ها و این هزینه هایی که داره میکنن برای اپوزیسیون و جریان ها،
با همین پرچم به باد میره. نمونه شو هم دیدید، در 3-4 روز گذشته دیدید این پرچم ها چه قوقایی کردن. حالا شاید اپوزیسیون به رو خودش نیاره، اما آتیش افتاده تو تومونشون شدید. برای کمک، برای هدیه، بچه‌ای که داخل ایران هستن، برای تولید پرچم نمیتونید کمک کنید. شما اگر خواستید کمک کنید میتونید تو نور شاهی کمک کنید، که نور شاهی هم هزینه های مختلفی داره، اونا رو انجام میده. بچه‌هایی که برای پرچم میخوان تو کمک کنن باید از خارج از کشور پا پیش بذارن و در دایرکت همین رستاخیز سیمرغ پیام بدید، براتون توضیح خواهیم داد. همین. بریم. سپاس از همه دوستان، پاینده ایران و جاوید شاه.